علیکم، خوش آمدین به برنامه رو در رو. باز دو خانواده با هم رو در رو شدن، میخواییم 500 هزار افغانی را برنده شوند. اما قبل از او باید 4 سوال ساده را جواب بدن، 300 امتیاز به دست آورده 25 هزار افغانی را برنده شوند. خانواده که در دست راست ما هست میریم معرفی میشیم با خانواده فقیری. اصلا جا خوب است انشاءالله، خیر خیریت یعنی جور خم افتیده یور شدید. اعضای خانواده را یک دفعه معرفی کنیم. سلام تقدیم میکنم به بیننده عزیز. یاسنا جان دختر مامایم و آسیب جانم برادرم و شعیب جانم بچه کاکایم. خب اینا چی کار میکنن؟ و تمامشون محصل هستیم. خب محصل هستیم؟ سال آخر. شما محصل هستیم؟ بله. خب بسیار خوب. کف بزنیم به افتخار خانواده فقیری. آمدیم طرف خانواده دوران. این خانواده را سمیرا جان رهبری میکنه. خوب هستین انشاءالله؟ خیر خیرتیش و خیر هستین. چهره دانم به یک دختر کاکای میمونه. خود دختر کاکا. معرفی کنین اعضای خانواده را؟ به نام خداوند یکتا. سومن دوران همشریم است، متعلم. سوسن دوران همشریم است، محصل. و معروف بخشی محصل فارغ پنزه ژورنالیسم است، بچه مامایم. گفت بزنیم به افتخار از خانواده هم بال اردو سرفین میاین که جواب بتن. اسد، سمیرا. خب یک دستانه قفل کنین لطفا. سوال را که من شما پرسان میکنم قبلا بین 100 نفر سروی شده، 100 نفر جواب داده، تعداد جواب ها شده 8 و 8 جواب داره این سوال. ما شما کوشش کنین شما را اولش پیدا کنین که بیشترین امتیاز داره. آماده هستین؟ چیزی را نام ببرید که اطفال آن را بسیار نیاز داره. اصد؟ بازیچه. بازیچه است؟ شما شانس دارین؟ چیز را نام بگنم که اطفال بسیار نیاز دارن. شیر. شیر است؟ بله. شما سوال برنده هستید، شما خانواده سعی کنید دیگرش پیدا خودتان هستید، مشوره بگیرین. رفتیم به طرف خانواده دوران. معروف جان میگن چیز را نام ببرید که اطفال آن را بسیار نیاز دارن. آب. آب. سوسن جان؟ بایسکل. بایسکل. اطفال زیاد نیاز داره. هنوز چارغوه که یاد ندارم، اما بایسکل باید داشته باشه. هست؟ شما باید خود مشوره کنین، اگر یک جواب دقیق بودین امتیازا میرسون شما. بال سومن جان میگن چیزی را نام ببرید که اطفال آن را بسیار نیاز دارن. محبت مادر. محبت مادر. بله. پس ترتیب سمیرا جان میگن چیزی را نام ببرید که اطفال آن را بسیار نیاز دارند. دایپر. دایپر. بله. معروف جان چیزی را نام ببرید که اطفال آن را بسیار نیاز دارند. خواب. خواب. سوسن جان چیزی را نام ببرید که اطفال آن را زیاد نیاز دارند. لباس. لباس. از ما بچه یک من روز نمی پوشه، هرچی می کنم. از؟ سومن جان چیزی را نام ببرید که اطفال آن را بسیار نیاز دارند؟ محیط آرام. محیط آرام. بله آرامش. فقط یک جواب مانده و سرنوشت خانواده هم به دست خودت شده سمیرا جان. لبخند بلده. لبخند. آمده به طرف خانواده فقیری. از این طرف برای من شعیب جان میگن چیزی را نام برده که اطفال بسیار نیاز داره؟ چوشک. چوشک هستی؟ شیر چوشک. شیر چوشک. تغییر داد در شک شیر اضافه کرد. یاسنا جان؟ لباس. لباس. اسد جان با اینو موافق هستین یا کدام چیزی نامو میگین؟ با انیل جان، با آسیب جان موافق هست. شیر چوشک. با آسیب جان؟ شیر چوشک. مبارک. 85 امتیاز با اشتباه خانواده فقیری آمد به طرف خانواده دوران و جواب را که باز نشده ببینیم چی بوده. شماره 4 مادر. به مادر که نمیشه دیگه. سوال دومه پرسان میکنم از نفرهای دوم. یسنا بفرمایید. معروف جان یک دوستان خوب بودون یا دو دوسته را هست هستی؟ یک دوستان. سوال را که من از شما پرسان میکنم قبلا از 100 نفر پرسیدیم، 100 نفر جواب داد، تعداد جواب ها شده 8
و شما کوشش کنید شماره اولش پیدا کنید که بیشترین امتیاز داره. نام چیزی که مردم انگام میله رفتن ممکن آن را فراموش کنند. لوازم چی؟ لوازم خانه. لوازم خانه را در میله فراموش میکنند. هست؟ نام چیزی که مردم انگام میله رفتن ممکن آن را فراموش کنند. نمک. اولا ما میدونم میله رفته بودیم باز کاکا نمک دارین؟ باز یه خیلی گوده کاغذ پرتو بوده. هست؟ بله. تو خانواده سعی کنین دیگرهاش پیدا میکنین اشاره کنین. رفتیم به طرف خانواده فقیری با اینکه جواب ندادن بازی اینا به طرف از اینا پرتاب کردن. شما باید جواب بتین جبری. فرش. سوید جان نام چیزی که مردم انگام میله رفتن ممکن فراموش کنن. ظرف است. ظرف. ظروف که جمع ظرف است. اسد جان چای. خب یسنا جان نام چیزی که مردم انگام میله رفتن ممکن آن را فراموش کنن. گاز. تکنیک. اسد جان بایک که دباینش چیز را ببرن. بایک؟ چیزی را که ببرن سفر میری یا میله؟ خب میله همه میری، چیز را نمیبریش. بایک. بال شما بین خود مشوره بکنین، شاید پیدا کنین. اگر یک جواب درست بدین امتیازا میرسون. شما شعیب جان میگن نام چیزی که مردم انگام میله رفتن ممکن فراموش کنن. گوگرد. بله اسد جان نام چیزی که مردم انگام میله رفتن ممکن آن را فراموش کنن. آب. آمدیم به طرف خانواده دوران. سومن جان نام چیزی که مردم انگام میله رفتن ممکن فراموش کنن. کارت چاقو یا کارت. خب سوسن جان نام چیزی که مردم وقتی میله رفتن فراموش میکنن. روغن. معرف جان لایتر. سمیرا جان با کدام از اینا موافق هستین یا خودتان کدام چیز میکنین؟ نام چیزی که مردم وقت میله رفتن ممکن فراموش کنن. با سومن جان موافق هستم. کارت است. بله 79 امتیاز دیگر هم خانواده دوران از آن خود کردن و حال جوابایی را که باز داشته با ما یک جای بخوان. موقع گپ زدن شما هم رسید. امتیازهایشان 164. شماره 7 چی بوده؟ دسترخوان. 6 گیلاس. ما شما میریم به طرف یک وقفه کوتاه. بعد از وقفه سوال 3 مطرح میشه که امتیازش ضربه 2. ادامه برنامه خوش آمدین. هر دو خانواده سوال سیوم باید جواب بدن که امتیازش ضربه 2. لمرسکلت با کیفیت بی‌نظیر موتورسیکلت متفاوت دارای 1 سال گارانتی و خدمات پس از فروش. کف بزنیم به افتخار سیومین نفرها از هر دو خانواده آسیف سوسن. هر دویتان باید سوال سیوم جواب بدین، سوالی که امتیازش ضربه 2 است. سوال را که ما از شما پرسان میکنم قبلا بین 100 نفر سروی شده، 100 نفر جواب داد، تعداد جوابای ما شده 6. نام یک مسلکی را بگیرید که بودن آن در یک خانواده مفید باشد. دکتر. دکتری است. بله چیزی امتیاز داشت سونه. خانواده سری دیگرش پیدا میتونیم؟ بله میتونیم. رفتیم به طرف خانواده فقیری. اینا ادامه میتن شب جان میگن معلم استاد. اسد جان میگن نام یک مسلکی را بگیرید که بدون بودن آن در خانواده مفید میباشد. حیات. یسنا جان نام یک مسلکی را بگیرید که بودن آن در خانواده مفید میباشد. انجینیری. در خانه هر روز آشپزخانه را چپک و تشناب جور کن. تشناب و چپک و آشپز خانه جور کن. هست؟ بله اینجوریه. من یک وقت میترسانم. خیر است.
آسیب جان؟ آشپز، آشپزی. آشپز. ای شکم بود. خاطر اموز روز برای چاق شده میری. مسلمه باره. خب. شعیب جان نام یک مسلکی را بگیرید که بودن آن در خانواده مفید می باشد. نجار. نجار. هنوز شانس دارین. اسد جان. درایوری. درایوری. شما بین خود مشوره کنین اگر شما را پنج هست. شما بتوانید پیدا کنین امتیاز ها به طرف شما. با حال اسد جان میگن. هنرمند ام رسام می بیچید. رسام؟ آمدیم به طرف خانواده دوران. سومن جان نام یک مسلکی را بگیرید که بودن آن در خانواده مفید می باشد. رنگمال. رنگمال. سوسن جان بزرگ خانه مهم است که در خانه یعنی سرطنه مسلک از بزرگ خانه. معروف جان برقی. برقی. سمیرا جان با کدام از اینا موافق هستین یا خودتان کدام چیز میگین؟ با معروف جان موافق هستن برقی. با معروف جان موافق هستن که اونا گفتن برقی. برقی. مبارک به خانواده فقیری. 178 امتیاز با اشتباه خانواده دوران آمد به طرف خانواده فقیری. مبارکتان باشه. تا حال خوب پیش رفتین. جواب را که باز نشده ببینیم این کدام مسلک بوده. شماره 5. وکیل. خب یک طرف 64 164 یک طرف هم 178. اما سوال چهارم سرنوشت هر دو خانواده را معلوم میکنه. نفرهای چهارم میآیند. شعیب، سومن. کف بزنیم به افتخار هر دویشان. سوال را که من از شما پرسان میکنم سوالی است که امتیاز از این ضرب 3 میشه. اگر 5 امتیاز داشت 15 امتیاز است. به او خاطر خیلی دقت کنین. همین سوال سرنوشت هر دو خانواده را امکان داره بسازن که 25000 افغانی هم به این سوال وابسته است. آماده هستین؟ بله. شما؟ سوال داره که من شما پرسان میکنم بین 100 نفر سروی شده 100 نفر جواب داده. تعداد جواب ها شده 4. چیزی را نام ببرید که شما آن را بر سر میز شاگرد ها میبینید. قلم. قلم هست؟ بیشترین امتیاز همی داره. رفتیم به طرف خانواده دوران. مشوره شرکتکاری خود کردن. سمیرا جان چیزی را نام ببرید که شما آن را بر سر میز شاگرد ها میبینید. کتابچه. کتابچه. معروف جان چیزی را نام ببرید شما آن را بر سر میز شاگرد ها میبینید. بایک. بایک. سر میز هست؟ بایک از زیادتر ها زیر میز میندازن. سوسن جان چیزی را نام ببرید که شما آن را بر سر میز شاگرد ها میبینید. کتاب. کتاب. بله. همین که معلم داخل شد نه کتابایتان را باز کنین. سومن جان چیزی را نام ببرید که شما آن را بر سر میز شاگردان میبینین. خطکش. خطکش. شما بین خود مشوره کنین. شماره 3 اگر پیدا کنین امتیازا به سن شما میآید. بال رهبر خانواده سمیرا جان میگن دختر کاکا. پنسل. پنسل. هست؟ آمدیم به طرف خانواده فقیری. اینا مشورشان خلاص شده. شعیب جان برای من میگن چیز را نام بگیرین که در سر میز شاگردا دیده میشه. پنسل پاک. پنسل پاک. آسیب جان پنسل. پنسل. چقدر جواب تازه. یاسنا قلمدانی. قلمدانی. اسد جان با کدام از اینا موافق هست یا خودت کدام چیز میگی؟ من با شعیب جان موافق هست. چی گفت شعیب جان؟ پنسل پاک. پنسل پاک. مبارک به خانواده دوران. 237 امتیاز آمد به طرف شما. مجموع امتیازاتان شد 401. 25000 افغانی. مبارک به خانواده دوران. کف بزنید. بال جواب را که باز نشده ببینید چی بوده که شاگردا سر میز خود میماندن. شماره 3. چپتر. 25000 افغانی. خوب مبارکتان باشه. خاطر 500000 افغانی هم میخواییم که اشتراک داشته باشید. اما دو نفر کی هست؟ خودم و همشهریم. سومن جان. سوسن. سومن. سومن.
سومن، بسیار تیز از نظرت سومن جان. متفکر خب. با افتخار از این دوران تیز کف بزنیم و تشکر از خانواده فخری هم که اشتراک کردن. خیرش باشه، در هر زندگی موفق باشین. این یک بازی است. بیاین. مشورتون کردین دیگه. حالا پس میخوای نفرات تغییر بدین؟ من که گفتم تیز، دید که تیز نیست. خب، کی اول میخوای جواب بده؟ سمیرا. خب، سمیرا جان خود اول میخوای جواب بده. خود برو به طرف اتاق مخصوص که صدای ما را نشنوی. ما و شما میریم به طرف یک وقفه بسیار کوتاه. زود برمیگردیم، جای نریم. بازی به خاطر 500 هزار است. پیدانه برنامه خوش آمدین. بازی به خاطر 500 هزار افغانی. هپی انرژی درینک، ساخت افغانستان، تولید شرکت سوپرکولا. هپی بنوشید، خوش باشید. سمیرا جان، ما شما 5 سوال پرسان میکنم، شما 20 ثانیه وقت دارید. در 20 ثانیه اگر شما بتانین 5 سوال جواب بدین و همچنان سومن جان هم بتانه جواب بده، در 25 ثانیه اگر بالاترین امتیاز رو جواب بدین 200 امتیاز پورا میشه، شما 500 هزار افغانی رو برنده میشین. اگر کدام سوال سرتون مشکل خلق میکنه، زود جواب دادن نمیتونین، بگین بگذره. وقت شما شروع میشه بعد از ختم سوال اول. من به او خاطر سوال اول آهسته میخوانم، سلو. یعنی علاوه از برگ ها چیزی را نام ببرید که شما آن را وابسته به درخت می دانید. گل. دلیل را بگویید که شما ممکن در کنار شاهران موتر خود را توقف دهید. بکسن. کار را نام ببرید که یک طفل ممکن در روز اول مکتب انجام دهد. گریه. وظیفه را نام ببرید که در آن لمس کردن دیگران شامل باشد. حیوان را نام بگیرید. کف بزنید دوستان. 20 ثانیه تان ضایع شد. خیر باشه. بازم از شما پرسیدم علاوه از برگ ها چیزی را نام بگیرید که شما آن را وابسته به درخت میدانید. شما گفتین گل. ببینید در سروه چند نفر با شما هم نظر بوده؟ از 100 نفر چند تاش چند نمره داده؟ چند امتیاز دارن؟ 10. دوم پرسیدم دلیل را بگید که شما ممکن در کنار شاهراه موتر خود را توقف دهید و شما گفتین بگذر. با او خاطر گذشتیم. با سوم پرسیدم که کار را نام ببرید که یک طفل ممکن در روز اول مکتب انجام دهد و شما گفتین گریان. ببینیم که با شما و 100 نفر چند تاش هم نظر بوده، چند امتیاز داره؟ 51. چهارم پرسیدم وظیفه را نام ببرید که در آن لمس کردن دیگران شامل باشد، شما گفتین بگذر. گذشتیم و صفرم مبارک. پنجم هیچ وقت ندادین که پرسان کنم، وقتتان پوره شد، از او هم حتما صفر گرفتین. 61 امتیاز تا حال شما به دست آوردین. دور بخورین. خیر است، هنوز امید میره که سومن بتانه یکم زودتر جواب بده و 200 امتیاز پوره کنه. و این ممکن است به خاطر که بعض امتیاز ها مثل که شما دیدین 51 امتیاز، بعضی هاشان 80 امتیاز هم داره و 200 امتیاز اگر پوره شد اینا 500 هزار افغانی را برنده میشن. و حال سومن میه. به افتخار سومن کف بزنیم و شما برین به طرف خانواده. برین گب مب منه. بیاین. چیز خود نگفت برد کی؟ او خودش چی گفت و من خودش نتانست. من خودم یک گوشیم شست یک امتیاز. ها موسیقی میشنویدی؟ نه چی؟ ساعت تیر بود دیگه. هم بسیار بقیم ساعت شو. خب من شما 5 سوال پرسان بکنم. همو 5 سوال است که قبلا ما از سمیرا پرسیدیم. سعی کنم چی پرسیدیم؟ نه خیر، سعی نمی کنیم. 5 سوال که ما از سمیرا پرسان کردیم، از شما پرسان می کنم جوابایی را که او داده شما ندین. اگر او جوابا را بتین این تک صدا را میشنوین. برداشت. صحیح شد؟ زود تغییر بتین جواب دانه که 25 ثانیه تون ضایع نشه. خوب است؟ اگر کدام سوال برتون مشکل خلق میکنه زود جواب دادن نمیتونین، بگین بگذر. مثل که سمیرا گفت بگذر بگذر، بالاخره دو تاش تون جواب بده. وقت دارم در نظر بگیرین. وقت شما شروع میشه که 25 ثانیه است بعد از ختم سوال اول. من با او خاطر سوال اول آهسته تر میخونم. علاوه از برگ ها چیزی را نام ببرید که شما آن را وابسته به درخت میدانید. میوه. دلیل را بگویید که شما ممکن در کنار شاهراه موتر خود را توقف دهید. به خاطر امون موتر خریدن موتر. کار را نام ببرید که یک طفل ممکن در روز اول مکتب انجام دهد. گریان میکنم. دل درد استم. وظیفه را نام ببرید که در آن لمس کردن دیگران شامل باشد. دیگران را دست بکنم. دست دادن؟ ساتر میمیدیم.
شما هم نتونستین سوال پنجم جواب بدین، اما امکانش از بعضی از جوابایتون امتیازش زیاد باشه. از شما پرسیدیم علاوه از برخورد چیزی را نام ببرید که شما آن را وابسته به درخت میدانید و شما گفتین میوه. ببینیم در سروی چند نفر از 100 نفر با شما موافق بوده و چند امتیاز داره. 13 بلندترین امتیاز از این شاخچه بود که علاوه با از برگاه شاخچه. دوم پرسیدم دلیل را بگوید که شما ممکن در کنار شاهراه موتر خود را توقف دهید و شما گفتین خریداری. ببینیم در سروی چند نفر با شما هم نظر بوده و چند امتیاز داره. 27 و بلندترین امتیاز از این همین خریداری بود که شما گفتین. سیوم پرسیدم کار را نام ببرید که یک طفل ممکن در روز اول مکتب انجام دهد و شما گفتین دلدردی. واقعا دلدرد میشن یا بهانه میکنن؟ بهانه میکنن. ببینید در سروی چند نفر به این فکرش رسیده و چند امتیاز داره؟ صفر. چهارم پرسیدم وظیفه را نام ببرید که در آن لمس کردن دیگران شامل باشد. وقت پوره شده بود متاسفانه. 101 امتیاز خانواده دوران به دست آوردن، نتونستن که 200 امتیاز به دست آوردن، 500,000 افغانی را برنده شوند. بازم 25,000 مبارکتان باشه. بریم به طرف خانواده کف بزنیم به خاطر 25,000 افغانی که خانواده دوران برنده شدن. اگر شما خانواده عزیزم میخواهید 500,000 برنده شوین، زنگ بزنیم به 456 بعد از انتخاب زبان کلید 623 را فشار بدین خود و 3 نفر دیگر که میخواهند اشتراک کنند ثبت نام کنند. این بود برنامه امشب که خدمتتان تقدیم کردیم. تا فردا شب، الله نگهدار. مبارک.